من حساب منو میخوام توقیف کنم. آخه چه کاری میکنی؟ بعد میگی آقا چرا خداحافظی کرد فلانی، آقا چرا فلانی هم مملکت داره میره، خب این بلا رو به سرش میاری. چرا این کارا رو؟ چرا من آقا معقل به شعور یه آدم توهین میکنی، به یه شعور یه ورزشکار توهین میکنی؟ شهربانو منصوریان از اداره مالیات زنگ زدن گفتن اسمت به عنوان بلاگر رد شده، گفتن اگه نیای پروندت رو میفرستیم دادگاه تا حسابت مسدود بشه. من با این همه مدال جهانی و آسیایی بلاگرم؟ سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون حاشیه در سینما خوش آمدید. وزیر اقتصاد با اعلام تعداد اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی با بیش از 500 هزار دنبال کننده که مشمول پرداخت مالیات هستند گفت مجموعه تراکنش‌های واریزی به حساب 123 اینفلوئنسر 2300 میلیارد تومان بوده که بسیاری از آنها هنوز مالیات ندادند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره دریافت مالیات از اینفلوئنسرهای بالای 500 هزار عضوی گفت بخش زیادی از این فعالان تمکین نکردند. با این حال ما مکلف به اجرای قانون هستیم. او گفت اخذ مالیات از این افراد که بیش از 500 هزار فالوور دارند در بودجه آمده بود. 551 کاربر شناسایی شده و مشمول حکم قانون بودجه 1401 بودند که 131 فعال بیش از 2300 میلیارد تومان درآمد داشتند و وزارت اقتصاد دنبال اجرای قانون است. در همین حال شهربانو منصوریان بشکهکار پرحاشیه ایرانی و دارنده چندین مدال طلای جهانی و آسیایی از اینکه او را بلاگر نامیده اند و موظف به پرداخت مالیات است به شدت عصبانی شده و از مسئولان گله کرده است. درود بر مردم شریف ایران. آیا بنده به عنوان یه ورزشکار سالهای سال برای مملکتم مدال‌آور بودم؟ امروز از اداره مالیات تهران برای بار پنجم تماس گرفتند و به عنوان بلاگر بنده رو معرفی کردند. بنده به تمام بلاگر ایران احترام میذارم با تمام وجود و صحبت من اینه که چرا به شعور یه ورزشکار اینجوری توهین میکنن؟ این جانب اگرم بخوام مالیات پرداخت کنم تو شهر خودم پرداخت خواهم کرد. شهربانو منصوریان متولد 8 بهمن 1364 در اصفهان قهرمان وشوکار ایران است. تا پنجم ابتدایی درس خوند، سپس تحصیلاتش رو کنار گذاشت و در نبود پدر کارگری کرد تا مخارج خانوادش رو تامین کنه. حالا قهرمان جهانه. او با 175 سانتی متر قد، 60 کیلو وزن در رشته MMA هم حضور داره. شهربانو به عنوان فرزند دوم خانواده در شهر سمیرم اصفهان در یک خانواده با فقر مطلق به دنیا اومد. پدر و مادرش هر دو کشاورز زمین‌های اجاره‌ای مردم بودند. یه خواهر بزرگتر به نام مرضیه و خواهرای کوچکترش به ترتیب سهیلا، الهه رضی و یک برادر به نام جواد داره. از زمانی که توان راه رفتن رو پیدا کرد، کنار پدرش کارگری روی زمین‌های کشاورزی مردم از درو کردن گندم تا چیدن سیب رو شروع کرد. به خاطر وضعیت نچندان مناسب مالی خانواده، خواهرای دیگه‌اش سهیلا و الهه هم بعداً مجبور به کار بودند. تو 15 سالگی پدرش به خاطر فقر و ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی اونها رو تنها گذاشت و به شیراز رفت و اونجا زندگی جدیدش رو شروع کرد. به این ترتیب شهربانو با ترک تحصیل تو پنجم ابتدایی سرپرستی خانواده‌اش رو به عهده گرفت تا خانواده‌اش هم از هم نپاشه. چند ماه بعد با حمایت عموش تونست برای کار به شیراز بره. اونجا بود که به عنوان یه مستخدم توی خانواده مشغول به کار شد. خودش میگه در طول 4 سال حضورم تو شیراز به پیشنهاد همون خانواده که کار میکردم در ازای کار میتونستم بین تحصیل و باشگاه یکی رو انتخاب کنم. من باشگاه رو انتخاب کردم و رشته کاراته و تکواندو رو فرا گرفتم. تو طول این مدت هم کار میکردم، هم باشگاه میرفتم و تا حدودی خانواده‌ام رو تامین میکردم. من تو شیراز ورزش رو با کاراته شروع کردم، بعد تو سمیرم به کلاس کونگ فو رفتم تا اینکه با ووشو آشنا شدم و متوجه شدم ترکیبی از رشته‌های رزمیه. بعد بازگشت از شیراز به همراه پسندازی که داشتم یه اسب گرفتم و تو محل گردشگری آبشار سمیرم با اجاره دادن اون زندگیم رو تامین می‌کردم. سال 1385 تو سن 21 سالگی وقتی یکی از مشتریای اجاره اسب با من درگیر شد، یه پسر به نام امید نوابی به عنوان حامی پشت من در اومد. طولی نکشید این دو عاشق هم شده و با هم ازدواج میکنن. کم کم وضعیت زندگیشون بهتر میشه. خواهرش الهه در سن 16 سالگی وارد تیم ملی جوانان شد تا اینکه شهربانو هم به خاطر درخششش در کشوری به اردوی تیم ملی بزرگسالان رسید. شهربانو سال 1390 وقتی 26 ساله بود در اولین تجربه حضورش در مسابقات جهانی ترکیه به مدال طلا رسید و یک سال بعد در مسابقات آسیایی ویتنام هم طلا گرفت. سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که صاحبان کسب و کارهای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی
باید مالیات خود را به دولت بپردازند. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ آیا شهربانو منصوریان بلاگر حساب میشه و باید مالیات بده؟ راستی لایک یادتون نره ها. ممنون از نگاهتون.